بینندگان عزیز، در اینجا توجه شما را به سرخط خبرها هدلاین نیوز جلب می‌کنم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که از حمله احتمالی به سایت‌های هسته‌ای ایران در پی حملات سپاه پاسداران به اسرائیل حمایت نمی‌کند. یک منبع اسرائیلی به روزنامه تایمز اسرائیل گفت که پاسخ اسرائیل به حمله موشکی شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران ایجاد خسارات مالی قابل توجه است. وزارت امور خارجه آلمان روز چهارشنبه به شهروندان خود توصیه کرد که به دلیل افزایش تنش‌ها در منطقه فوراً ایران را ترک کنند. ارتش اسرائیل برای اولین بار اعتراف کرد از حمله موشکی روز سه‌شنبه ایران چندین ضربه به پایگاه‌های نیروی هوایی وارد شده است، اما هواپیماها، تجهیزات ارتش یا زیرساخت‌های عملیاتی هیچ آسیبی ندیدند. قیمت دلار پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل به 61500 تومان افزایش یافت. و اما طی ساعات گذشته شماری از کشورها مانند آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا و نیوزیلند حمله موشکی جمهوری اسلامی را به اسرائیل محکوم کردند و از عزم خود در دفاع از اسرائیل گفتند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز چهارشنبه 11 مهر با انتشار اطلاعیه‌ای شهروندان را در مورد واکنش‌هایشان نسبت به حمله موشکی به اسرائیل تهدید کرد. ارتش اسرائیل صبح روز چهارشنبه از ساکنان دو روستای جنوب لبنان خواست تا خانه‌های خود را تخلیه کنند و هشدار داد هر خانه‌ای که حزب الله برای اهداف نظامی استفاده کند هدف قرار خواهد گرفت. و ما در دادگاه امروز در رابطه با متیو پری، یک خبر هنری از نوع باید بگیم جنایی و دادگاهی هستش، پزشکی که در این رابطه بود متهم شده که این اخبار رو به صورت مشروع برای شما خواهیم داشت. و در ناحیه لس آنجلس heat advisory has been issued for Los Angeles County. در مناطق لس آنجلس کانتی، خصوصا داونتاون، هالیوود و اطراف، دمای هوا بسیار بالا خواهد گرفت و یک اخطاریه به همه خواهد داد که مواظب باشید و حتما در جاهای سرد بیشتر باشید که از این هوا دوری بکنید. توجه شما رو به مشروع این اخبار تا در طول برنامه جلب خواهیم کرد. با ما باشید. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات